سلام خوش اومدین به کانال کریپتو فارسی من علی رضا و امروز میخوام بهتون بگم که چرا صرافی ام که از این به بعد بهش میگم مکس میتونه جزو یکی از بهترین صرافی ها برای تریدرهای ساکن ایران و آمریکا باشه درست شد صرافی بزرگ دونه دونه یا احراز هویت رو اجباری کردن یا دارن این کار رو انجام میدن این اتفاق هم از بایننس شروع شد و به اوکی و بای بیت و کوکوین هم داره سرایت میکنه صرافی مکس چون تو لول یکش احراز هویت نداره و در ضمن معاملات اثباتش رو هم گرفته میتونه برای ایرانی ها و آمریکاییایی که به یه صرافی کامل و با تمام ابزار امکانات دسترسی ندارن گزینه خوبی باشه میشه بدون هیچ احراز هویتی و فقط با یه ایمیل روزانه تا 5 تا بیت کوین از حساب برداشت کرد خوشبختانه این صرافی پشتیبانی فارسی هم داره که تو مواردی میتونه کمکتون بکنه من تقریبا بیشتر معاملاتم رو تو صرافی اوکی ایکس انجام میدادم ولی به خاطر محدودیت هایی که روی حساب انجام شد مجبور شدم ارز دیجیتالم بردارم و گردم دنبال یه صرافی دیگه برای ترید توی تحقیقاتم رسیدم به صرافی مکس که انصافا بعضی از شرایطش اگر از اوکی اکس بهتر نباشه بدتر نیست فقط یه چیزی که این اوکی اکس معاملات آپشن داشت که من خیلی دوست داشتم ولی مکس به جاش معاملات ETF داره که در نوع خودش خیلی خیلی جالبه که جلوتر یه مقدار در موردش توضیح میدم تو این ویدیو قرار در مورد رتبه مکس بین صرافی های بزرگ امنیتش تیم مدیریتیش حجم معاملاتش و کارمزداش و که این صرفی بزرگ انجام داده که میتونه به مشتریش کمک بکنه که سود بیشتری به دست بیارن صحبت بکنه قبل از اینکه بریم تو عمق ماجرا اینو بهتون بگم که درسته که من سعی کردم بهترین صرافی ممکن رو انتخاب بکنم اما با این حال ترید و سرمایه گذاری توی ارزهای دیجیتال ریسکایی هم داره که حتما پیشنهاد میکنم قبل از ورود سنگین به بازار یه مدتی رو در موردشون مطالعه کنید تمام مطالب این ویدیو نظر شخصی و حاصل تحقیقات خودم و هیچ پیشنهادی برای ترید یا استفاده از صرافی ارز دیجیتالی نیست خب اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب تا آخر این ویدیو با من همراه باشید خب اول بریم شرایط این صرافی رو بین صرافی بزرگ بررسی بکنیم ببینیم که تو چه سور... به چه صورتیه توی کوین مارکت کپ اگر نگاه بکنیم رتبه این صرافی تو قسمت معاملات اثباتش الان در حال حاضر 19 همه البته این مثلا معمولا بین 15 هم تا 20 هم متغیره حالا این بر چه اساسی حساب میشه یه چند تا موضوع مختلفه یکی از مهمتریناش اسکوره یکیش تریدینگ والیومه یکیش حجم معاملات در واقع این اسکور یه مجموعی از تعداد بازدیدهای روزانه یه سایت مثلا حجم معاملاتی که توی اون صرافی انجام میشه نقدینگی که تو اون صرافی وجود داره معمولا رتبه مکس بین 15 تا 20 توی معاملات اسپات مثلا حجم معاملاتش رو نگاه کنید یک میلیارد و میلیون دلار بوده که نسبت به صرفه حتی خیلی بالاتر از خودش حجم ترید خیلی بالاتریه اوریج لیکویدیتیش هم اگه نگاه بکنید صرفی مکس بازم رتبه خوبی داره تعداد بازدیدای ماهانه این صرفی نزدیک 3 میلیون بازدیده 1853 مارکت یا بازار داره که میتونید خرید و فروشش انجام بدین و 1556 تا کوین داره که میشه گفت یکی از صرافیایی که معمولاً کوین های خیلی زیادی داره یه سری کوین هست کوین ها و توکن هایی هم هست که حالا مخصوص به خودشه معمولا چیزی نیست که تو کوین یا توکنی نیست که بخوای توی صرافی لیست شده باشه ولی مکس نداشته باشه مگه بخوایم یه توی بازارهای مشتقات یا دریویتیو بررسیش بکنیم سرفی مکس تو رتبه 13 همه با حجم بازار حدود 4 میلیارد دلاری اما یه چیز جالب که در موردش وجود داره اینه که کارمزد این صرافی خیلی پایینه توی بازار مشتقات یعنی همون به حالا فیوچرز و بقیه بازارها میکر فیش 0 درصده و تیکر فیش فقط 2 صدمه درصده که نسبت به تمام نسبت به بیشتر صرافی بالای خودش تقریبا کمترین کارمزد داره یعنی برای خرید فروش های بزرگ خیلی مناسبه کارمز اثباتش هم الان در حال حاضر صفره حالا ممکنه یه مقدار اضافه بشه ولی قطعا کارمزد معاملاتش هم پایینه من لینک ثبت نام براتون تو قسمت توضیحات میذارم اگر با لینک من ثبت نام کنید دو تا نف براتون داره اولیش این که تا 10 درصد رو همین کارمزد کمی که نسبت به همه صرافی حالا اینجا میتونید خودتون بررسی بکنید پایین تره رو همون هم 10 درصد کارمزد میگیرین دومین چیز اینه که من یه فایل سبد سهام ارزهای دیجیتال درست کردم که اینو ما برای چند وقت پیش ویدیوشو ساخته بودیم اینو به صورت اکسل به کسایی که میخواستن میفروختیم این فایل اکسل رایگان نبود تا ده روز آینده اگر کسی توی صرافی ثبت بکنه و لینک اون آدرس ایمیل ثبت نامش برای من بفرسته این فایل اکسل رو رایگان در اختیارش قرار میدیم اگه این فایل اکسل رو کسی همون موقع میخرید و الان سبد دارایش حداقل 50 درصد رشد کرده بود اما اوضاع توی کوین که یه پلتفرم دیگه است یه مقدار متفاوت این توی کوین تونسته رتبه 9 بین ها رو بگیره با امتیاز و امتیاز 9 اما اگر از لحاظ امنیتی بخوایم صرافی رو بررسی بکنیم این صرافی از لحاظ امنیتی هم تونسته رتبه A رو از سایت سرتیفاید بگیره و چند تا چیز خوب داره پروف آف فاند داره باگ داره پنتریشن تست هم داره و تو مجموع صرافی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم رتبه 33 رو تونسته از لحاظ امنیت بازار بگیره اما بریم سراغ لینکدین با اینکه من میگم همه اینا رو سعی کردم اطلاعات کامل به دست بیارم و تمام و کمال اون چیزی که حالا تو اینترنت حداقل مهیاس بهتون بدم با این حال صرافی جای نگهداری پول نیست برای ترید مناسبه و خلاص به همون میگه که مکس گلوبال از سال 2018 تاسیس شده اومده تو لینکدین فعالیتش رو شروع کرده اما چند تا چیز جالب هست یکی این که الان نوشته اینجا حدود 5 میلیون کاربر داره که البته الان بیشتره و 70 تا کشور رو پشتیبانی میکنن به جز اون مدیران این شرکت ریشه از قبل مالی داشتن به خاطر این تخصص مالیشونه که موتور ترید صرافی مکس یکی از بهترین و قوی موتورهای تریده این موتور تو تا یک ممیز چهار میلیون تراکنش و معامله رو توی یک ثانیه انجام داده که یه رکورد حساب میشه برای خودش و این برای باتا خیلی مهمه برای گذاری که میخوان تو لحظه معاملتشون انجام بشه خیلی مهمه یا کسایی که فیوچرز کار میکنن خیلی دقیق میخوان کار بکنن این یه آپشن خوب حساب میشه تا الان هم حدود 501 employee یا کارمند داشته که خیلی خوبه که یه صرافی بیاد اسم کارمنداش و مشخصات و هویتش تو فضای اینترنت باشه و آدم بدونه با کی داره معامله میکنه و با کی طرفه این خودش یه نکته مهمه مدیر عاملش هم آقای جان چنه که دو سال مدیر عامل این شرکت شده تقریبا قبلش هم رزومه مالی داشته اینم بهتون بگم که صرافی مکس یه توکن هم داره به اسم ام که تو بستر اتریومه الان قیمتش دو دلاره تا الان بد کار نکرده این توکن و چند تا قابلیت داره که حالا جلوتر بهتون میگم میتونید بررسی بکنید اگه دلتون خواست بگیرید قیمتش از حدود 13 سنت شروع شده تا الان که حدود دو دلار رسیده حتی تو اوج قیمتیش هم حالا قیمت بدی نداشته خب همونجور که بهتون گفتم من لینک رو تو قسمت توضیحات میذارم اگر روش کلیک بکنید یه صفحه ثبت نام براتون میاد فقط یه ایمیل احتیاج دارید ایمیلتون رو تایید میکنید میتونید با همین شرایط تو صرافی معامله بکنید و تا پنج تا بیت کوین هم در روز بردارید اما یه چیزی که خیلی جالبه من میخوام بهتون بگم اینه که الان در حال حاضر معاملات اثبات این صرافی هم برای میکر هم برای تیکر ها صفره. یعنی شما میتونید راحت با کارمزد صفر معامله بکنید بجز اون معاملات فیوچرز برای میکرها صفر برای تیکرز ها دو صدم درصده که این هم خیلی عالیه یعنی انصافا جزو کمترین کارمزد دیگه از این پایین یا نداریم یا اگه باشه حداقل من نمیدونم برای واریز و برداشت به حسابتون هم که فقط کافی برید داخل ولتتون حالا تو هم تو اوورویو هم تو اسپات یا هر جای دیگه که بخواید برید میاد میزنید آدرس ولتتون رو وارد میکنید و پول میریزید یه سری شرایط داره که اگر این کارا رو انجام بدید بهتون جایزه میده حالا شرط مختلفی داره دیگه مثلا این شرطش اینه که حداقل 300 دلار به اکانت فیوچرزتون انتقال بدین یا چیزهای مختلف البته اینم بهتون بگم بعضی از این جایزه ها و شاید تقریبا بهتر بگم بیشترشون احتیاج دارن که احراز هویت یه لول بالاتر هم انجام بدید اینو حتما میتونید تو قوانین بخونید بریم سراغ امکاناتی که این صرافی داره یه اولین امکانش که خب امکان اثباتشه این حالت دارک مودشه میتونید معاملاتتون رو خیلی راحت انجام بدید مبلغی که میخواید خریدتون انجام بشه مقدارش و خریدتون و سفارشتون رو تو اون مبلغ ثبت بکنید برای فروشش هم همینطور معاملات فیوچرز هم هست که تا اهرم 200 داره حالا معاملات فیوچرزش رو من براتون توی وایت مود گذاشتم میبینید دیگه اینم میتونید کاستومایزش کنید شخصی سازیش کنید تا 200 اهرم داره میتونید به صورت دلخواه این اهرم کم و زیاد کنید خریدتون رو انجام بدید همونجوری هم که بهتون گفتم یکی از بهترین موتورهای و ترید رو این صرافی داره اما رسیدیم به قسمت مورد علاقه من حالا شاید بگیم قسمت خاص این صرافی که هر صرافی شاید نداشته باشه اینم ETF ای هاست اصلا مکس به ETF هاش معروفه حالا قبلا چون توی ETF ها کار میکردن تونسته یه ETF های خیلی جالبی بسازه این ETF ای ها به معنای این نیست که شما در واقع بیت کوین یا مثلا خریدید یا اتریوم خریدید یا ارزهای دیگه خریدید اما چه جوری کار میکنه این ETF فرقش با معاملات فیوچرز اینه که درسته که اینم مثلا زری به سه داره اما احتمال لیکوئید شدن رو خیلی کاهش میده چرا چون شما مثلا وقتی سود میکنید مثلا اگه چه میدونم 100 دلار بیت کوین خریده باشید اگه بیت کوین یه درصد بره بالا شما سه درصد سود میکنید یعنی 103 دلار سود دلار سود میکنید اما اگر قیمت کم بشه چه اتفاقی میفته اگر قیمت کم بشه شما 100 دلارتون 3, دل... 3 درصد ضرر میکنه اگر یک درصد قیمت بیت کوین کم بشه ولی فرقی که با ETF ها با فیوچرز داره اینی که ETF ای ها هر روز ریست میشه سر یه تایم خاصی فکر میکنم سر ساعت 16 UTC باشه ریست میشه یعنی فردا شما داره کلت میشه 97 دلار انگار که سود سود یا ضررت رو هر روز محقق میکنه مثلا فردا دارید میشه 97 دلار اگر دوباره فرض بگیریم که مثلا بازار یک درصد کم بشه شما اون یک درصد از 97 دلار کم میشه این باعث میشه که مثلا اگر قیمت خیلی کاهش شدیدی پیدا بکنه که اگر قیمت تو چند روز کاهش پیدا بکنه این داراییتون لیکوید نشه از اون طرف خب اگر سود بکنید مثلا هر روز سودتون رو محقق میکنه و بعد رو اون سودتون دوباره یه سود بیشتری تعلق میگیره من خودم کاری که میخوام بکنم اینه که یه ETF مزرعه 5 بیت کوین بگیرم برای یه مدتی نگه دارم مخصوصا الان که شرایط بازار یه ذره حالت سودی پیدا کرده البته میگم بازم به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم. خودتون بهتر میدونید که چیکار باید بکنید اما یک کوچولو بهتون بگم که چی به چیه شما میتونید هر ارز دیجیتال رو اول نمادش رو میبینید مثلا اینجا بی تی سیه. این عددی که میبینید زریبیه که این ارز دیجیتال داره یعنی مثلا این بیت کوین با ذریب 3 یعنی 100 دلار بخرید با افزایش یه درصدی قیمت سه دلار سود میکنه اما چرا ال ال به معنی لانگ یعنی شما پوزیشن خرید گرفتید اس به معنی شورت یعنی شما پوزیشن فروش گرفت اما یه مسئله دیگه که هست که من اینم راجع به مکس دوست دارم قسمت لانچ پد مکسه این قسمت لانچ پد اینجوریه که مکس توی یه سری از پروژه ها سرمایه گذاری میکنه میره یه سری از پروژه ها رو میگرده پیدا میکنه پروژه های خوب روشون سرمایه گذاری میکنه بعد میاد این پروژه ها رو توکن هاشون رو به صورت ایردراپ به کسایی که توی این لانچ شرکت کردن میده اما ایردراپ رو چجوری میده به این افراد راهش اینه که شما بیاید توکن مکس رو در واقع استیک کنید یا برای یه مدتی قفل کنید در واقع شما مشارکت میکنید با مکس برای اینکه این پروژه ها سرمایه لازم رو جذب بکنن بتونن کارشون رو جلو ببرن حالا این مشارکت چجوری انجام میشه شما بعد توکن مکس رو بخرید اون رو توی هر کدوم از این پروژه ها که به نظرتون جالبه استیک کنید تو بعضی از پروژه ها 15 روز تو بعضی از پروژه ها 30 روز باید نگهداری و دست بهش نزنید اون در واقع این مکس شما قفل میشه تا 30 روز از تا روز ولی جدیدا شده تا 30 روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد میان این توکن ها رو بین هوادارا بین کسایی که این کار انجام دادند حالا بجز این که اون گفتم بهتون توکن سوزی داره مکس به خاطر معاملاتی که سوزونده میشه حالا میتونید بسته به اینکه این, توکن رو به نظرتون ارزنده میاد یا نه بخرید و بعد که خریدید حداقل هزار تا رو تو هر کدوم از این پروژه که خواستید استیک کنید این پروژه پروژه هایی که میگم پتانسیل رشد 70 برابری 100 برابری دارن ممکنه مثلا رشد نکنن ممکنه هم رشد خیلی خوبی بکنن حتی بنابراین اینم یکی از آپشنایی که برای کسی که یه ذره ریسک بیشتری دارن میتونن استفاده بکنن بعضی از اینها احتی در داره احراز هویت کرده باشید بعضی از اینها احراز هویت هم نمیخواد میتونید راحت این کار انجام بدید خب امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه که تو سرف